بعدش اینو میبینم که اگه کار زیر ساختی نشده بود شما این طور به جام جهانی میرفتید؟ آره با همیشه جام جهانی به این راحتی میرفتید؟ بدون با راحتی نه ولی میرفتید. آیا در جام جهانی این گونه میدرخشیدیم که تحسین همگان رو برداره؟ یعنی کدوم جام جهانی ما اینجوری بازی کردیم؟ آیا بدون کار زیر ساختی میشه تیم نوجوانان و جوانان ما برن تو جام جهانی؟ نوجوانانمون میره تو یک هشتم آلمان رو بزنه 4-1، بعد همونا بعد از باخ این کارا رو نکردن، اومدن هم فکری کردن تو همین جام جهانی دوم شدن. درست. بدون کار زیر ساختی بانوان ما تو اول میشد تو آسیا، فوتسالمون سوم جهان میشد، ساحلیمون دوم جهان میشد. با چه پولی؟ آیه میساقی من خودم این ژاپنی که اینقدر شما بالا بردید، یک هفته ده روز قبل از بازی گفتید ژاپن ژاپن، همین ژاپن رو من با آقای کازو در ورزشگاه آزادی صحبت میکردم، خب ایشون از دوستان منه، به من گفت این پرسپولیس که اومده فینال جام باشگاه آسیا با چقدر، گفتم 2-5 پنجرش بسته بوده، یه بازیکن نگرفته، جام حذفی ها بازی کرده، لیگ ها بازی کرده، آسیا هم بازی کرده با 3 میلیون دلار. گفت واقعا این کارسو تو دنیس از غیر قابل باور، اصلا از ما ژاپنیا بر نمیاد. همین ژاپنی که اینقدر، من البته قبول دارم ژاپن نقطه استاندارد آسیاست، برای همینم آقای میرشاد ماجدی و فرستادم اونجا، رفت یک ماه اونجا یه گزارش کاملی از همه ساختار اونجا آوردم، ما داریم همون کارا رو الان انجام میدیم. مگر ما در واقع ندیدیم چیزی که همین قطر، شما قطر رو اینقدر گفتید الان رفته فینال، خب مگه ما قطر رو 2-1 نبرده آقای کیروش آخرین بازی ولی که ولی اون الان تو فیناله و ما خونه ایم دیگه. بله بله، خب فوتبال دیگه، مگه همش باید برد؟ نه ما خونه ایم، ولی با قطر رو قبل از جام ملت‌های آسیا 2-1 بردیم. اصلا 6 بار برده باشیم آقای تاج قبل از جام ملت‌های آسیا. آقای من این نکته بگم، من سوالا رو دونه دونه پرسیدم راجب رسانه فرهنگی، شما خودتون قبول دارید آقای تاج که رسانه وظیفه‌اش اینه که به هر حال آقای تاج یه لحظه چهل روزه دارید تو تلویزیون با آقای خیابانی حرف میزنید. من یه چیز بگم، اگه من 4 دقیقه نتونم حرف بزنم که خب این نمیدونم دیگه، شما فرمودید دیگه، بعد گفتید من سوال، شما خودت نه به من گفت 10 بار گفتید که مسئولین میخوان بیان جواب بدن. اجازه میدید مسئول کنم؟ بفرم. شما اول گفتید راجع به رسانه، من میگم بالاخره رسانه آقای تاج وظیفه‌ش اینه که سوال بپرسه، درسته؟ چطور موقعی که میگه به به و چه چه خیلی خوبه، موقعی که تیتر فدراسیون 5 ستاره میزنه اینا خوبه، اما موقعی که حالا میاد یه سوال میپرسه میگه آقا مثلا از نظر کارشناسای ما، منم هیچ نمیگم، کارشناسای من 2 نفر اینجا اضافه میشن به جمع، میگه آقا به نظر ما این رویکرد تو بلند مدت جواب میده، به نظرم میتونن برن سراغ این. اینجا بد شد موقعی که میگه 5 ستاره و خیلی خوبه و همه چی خوبه، رسانه خوب بود، میگم میگه میشه کار زیر ساختی نکرد. ببینید ما بدون عیب نیستیم، آقای کیروش بدون عیب نیست، آخرش هم در اومد به من گفت بابا من خودم یه عیوبی داشتم، ولی این که برجسته کردن این خیلی، ما این ساختمان پیکی که درست کردیم این کار زیر ساختی نبود؟ خب شما فهمیدید که کار زیر ساختی شالله میشد؟ این ساختمانی که الان با هیچی، با پولی که ما داریم اداره میکنیم، شما، من نمیخوام خیلی حرفا رو اینجا بزنم که حقوقمون کجا، چه پولی داریم اداره میکنیم، باشگاه ما با چه پولی میان، تیم ملی ما با چه پولی رفت تو جام ملی.